استرالیایی ها در 14 اکتبر به تغییرات تاریخی برای به رسمیت شناختن مردم بومی در قانون اساسی کشور رأی خواهند داد. این به عنوان یک لحظه تعیین کننده در مبارزه برای حقوق مردم بومی و جزیره تنگه توریس تلقی می شود. از رای دهندگان این سوال پرسیده خواهد شد که آیا آنها برای احقاق این حق رأی می دهند یا خیر؟ به چه چیز رأی خواهیم داد؟ از یک رفراندوم برای پرسیدن از مردم استرالیا استفاده می شود که آیا آنها با ایجاد تغییر در قانون اساسی مشترک المنافع که قانون نهایی استرالیا است موافق هستند یا خیر؟ در این مورد اصلاحیه کلمات موجود را تغییر نمی دهد بلکه کلمات جدیدی را به قانون اساسی اضافه می کند. در صورت تصویب این اصلاحیه فصل نهم جدیدی را در پایان قانون اساسی درج می کند که می گوید فصل نهم به رسمیت شناختن مردم بومی و جزیره نشینان تنگه توریس به عنوان اولین مردم استرالیا. یک بخشی وجود خواهد داشت که بومی و صدای جزیره نشینان تنگه توریس نامیده می شود. دو صدای بومیان و جزیره نشینان تنگه توریس می تواند به پارلمان و دولت اجرایی ایالت های مشترک المنافع در مورد مسائل مربوط به مردم بومی و جزیره نشینان تنگه توریس نمایندگی داشته باشد. سه پارلمان با رعایت این قانون اساسی اختیار وضع قوانین در مورد مسائل مربوط به صدای بومیان و جزیره نشینان تنگه توریس از جمله ترکیب، وظایف، اختیارات و رویه های آنها خواهد داشت. علی‌رغم بحث های عمومی نسبتاً گیج کننده در مورد موضوعات دیگر، تنها کاری که از رای دهندگان در همه پرسی خواسته می شود این است که تصمیم بگیرند که آیا کلمات فوق باید در قانون اساسی درج شود یا خیر.